آسیب جان سلام بر شما، خسته و مانده نباشین. صبح شما بخیر. بخیر، با معذرت. وضعیت از چی قرار است در آیووا؟ چی میگذره؟ صبح شما بخیر آقای ضیا، به شما و تمام بینندگان تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. امروز دوشنبه ساعت 7 شب با وقت محلی کاکس ها یا جرگه های ایالت آیووا آغاز می شود. رقابت ها هنوز هم جریان داره، کمپین ها هنوز هم جریان داره. برنی ساندرز از حزب دموکرات و هیلری کلینتون با هم تفاوت قابل ملاحظه ندارن با در نظر داشت نظرسنجی های اخیر. همچنان از حزب جمهوری خواه تد کروز و دونالد ترامپ با هم تفاوت ناچیزی دارند در آیووا. البته به سطح آیووا پیشبینی خیلی مشکل است در حال حاضر، اما به سطح ملی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پیش به نظر می رسد در مقابل به رقیب نزدیکش که تد کروز است، و از حزب دموکرات هیلری کلینتون در مقابل به برنی ساندرز به سطح ملی زیاد پیش به نظر می رسد. اما به سطح آیووا در نظرسنجی های اخیر بلومبرگ پالیتیکس و دیموین ریجستر خانم هیلری کلینتون 45% میان دموکرات ها طرفدار داره، برنی ساندرز 43% دموکرات ها طرفدارش است، و در عین زمان مارتین اومرلی 30% طرفدار داره. در طرف جمهوری خواهان 28% از دونالد ترامپ طرفداری میکنن، 23% از تد کروز طرفداری میکنن، و 15% از مارکو روبیو که سناتور ایالت فلوریدا است از اونا طرفداری میکنن. در مجموع پیش بینی این که کی برنده خواهد شد در کاکس های آیووا خیلی دشوار است، چون هر دو جناح با هم بسیار نزدیک هستند. تشکر آقای الکوزی. هرچند در گزارش هم تشریح کردیم بر بیننده ها که کاکس ها و یا هم جلسات میان حزبی آیووا یک رسم است و در تاریخ تکرار میشه در هر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به نظر شما تفاوت آیا وجود داره با کاکس گذشته؟ روحیه در شهر چگونه است؟ مردم چی میگن؟ چی تفاوت کرده؟ بحث ها بیشتر روی چی متمرکز است و توقعات بیشتر از کاندیداها ای بار چی است؟ گفته می شود که این بار تعداد زیادی از مردم در کاکس ها اشتراک خواهند کرد، و در عین زمان بعضی از کسایی که اشتراک می کنند تصمیم نگرفتند که طرفداری از کدام کاندید مشخص را خواهند کرد. 4% یعنی 40% کسایی که اشتراک کننده ممکن هستند در کاکس ها هنوز هم تصمیم نهایی خود را نگرفتند بر اساس نظرسنجی های اخیری که طرفداری از کدام کاندید مشخص را در هر دو احزاب خواهند کرد. در مجموع پیش بینی شده که تعداد 150,000 مردم در کاکس ها اشتراک خواهند کرد، هم از طرف حزب دموکرات و هم از طرف حزب جمهوری خواه. مسائلی که مهم است مسائل امنیت ملی است، مسائل مهاجرت است برای مردم، مسائل اقتصاد است، مسائل کاریابی است. در مجموع مسائل عمده مسئله امنیت ملی است، مسئله اقتصاد است، مسئله کاریابی است برای مردم. آقای الکوزی تشکر از شما. بیننده ها و شما باید داشته باشین که در برنامه پشتو جزئیات بیشتر را با تعقیب رویدادهای روس با شما دنبال میکنیم.